به نام خدا. دوستای عزیزم سلام، حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوبه خوب باشه. با برنامه دانشمند شو امروز هم در خدمتتون هستیم. دوستای خوبم، بی تردید اکثر شما خورشید رو هنگام طلوع و غروب دیدید و حتما متوجه شدید که خورشید در این مواقع به شکل گلوله‌ای سرخ و آتشین در میاد. این در حالیه که در تمام طول روز خورشید کاملا سفید رنگه. آیا میدونید که دلیل اون چیه؟ میدونیم که اطراف کره زمین رو هوایی احاطه کرده که به اون جو یا اتمسفر گفته میشه. نور خورشید قبل از اینکه به ما برسه از بین اتمسفر عبور میکنه. همونطور که میدونید نور خورشید از ترکیب 7 رنگ قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش تشکیل شده. پرتوهای بنفش، نیلی و آبی بیشتر و پرتوهای قرمز و نارنجی کمتر پراکنده میشن. به همین دلیل قسمت اعظم دو رنگ قرمز و نارنجی به چشمهای ما میرسه. در نتیجه خورشید رو وقت طلوع و غروب به رنگ سرخ میبینیم. در زمان طلوع و غروب وقتی خورشید نزدیک افق میشه، پرتوهای نور باید 50 برابر مسافتی رو که هنگام ظهر در اتمسفر هستند رو طی کنه تا به ما برسه. گرد و غبار، دود و بخار آب موجود در هوا رنگ‌های تشکیل دهنده نور خورشید رو در جهات مختلف پخش می‌کنند. پرتوهای بنفش، نیلی و آبی بیشتر و پرتوهای قرمز و نارنجی کمتر پراکنده میشن و باز هم به همین دلیل قسمت اعظم دو رنگ قرمز و نارنجی به چشمهای ما میرسه و در نتیجه ما در طلوع و غروب خورشید رو سرخ رنگ میبینیم. خب مهربونای دوست داشتنی، به پایان برنامه دیگه از دانشمند شو رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه هم لذت کافی رو برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. Thank you.